یه چیزای گره خورده با ماهیت رژیم، یعنی جون به جونش بکنن نمیتونه دست بکشه. مثلا مگه نمیفهمه که زن ستیزی ارتجاعی چقدر منفورش کرده؟ ولی آیا کسی میتونه تصور بکنه که یه روز پیدا بشه که دایناسورایی مثل اینا مثلا قضاوت و ریاست و رهبری یک زن رو ببینن و گلو جر ندن؟ یا مثلا مگه از رو شدن تروریسمشون نفعی میبرن؟ ولی آیا میشه تصور کرد که تا قبل از سرنگونی این کارا رو بذارن کنار؟ جنگ هم اینجوریه، جنگ ضد میهنی رو هنوز که هنوزه میخوان نونشو بخورن به کثیف‌ترین شکل. امسال که خب به دلیل کرونا نتونستن اون کاروانای به قول مردم راهیان گور رو راه بندازن، میخوان کاروانا رو به زور بچپونن تو خونه مردم. برنامه گذاشته تلویزیونش اسمش هم گذاشته جنگ دوست داشتنی. دو تا بیمار روانی، یکی رو به اسم مجری، یکی رو به اسم مهمون آوردن، ول کردن جلو دوربین. اونی که مهمون وضعیتش اورژانس تره به دلیل اینکه ظاهرا 3-4 تا ولفجر بیشتر رد کرده. اجازه بدین من کوتاه بکنم، حرفاشون رو بشنویم و قضاوت بکنیم. جنگی که 30 چند سال بعد از پایانش در یک برنامه کار شده و طراحی شده این تصویر ازش ارائه میشه، ببینید خودش چه گنداب مفتضحی بوده. حاجی احمد دستور داده بود که هر توییتایی که داره میره و تو راه بچه های مثلا رزمنده داشت مثلا رفته بودن فرض کن شهر و اینا رو سوار اینا رو سوار نکرد با تیر بزن یه نمونه. حالا نمونه برخورد های سادیستی. یه منور زده شد آقا، درگیری شروع شد، رسام می اومد، خوابیدیم. من به حاجی کلا بده، حاجی دیدم دهنش خون زده، دیدم خورده آخونده بنده بلند شده شهید شده، ما گریمون گرفت. اصلا حالا بد شد این بنده خدا، خدا بیان کلامون هر دو شد بودم کلا ما رو بده بابا. من اینو کول کردم بیارمش عقب، مگه میشود؟ رو زمین میکشیدمش، باور بفرمایید من 4-5 کیلومتر اینو کشیدمش. حالا خونه هم همینجوری میره و آها کفیه هرم برشم خونی شده بود. بایدم خاک دون سرت کنم. حالا با شوخی میگنم حسین، پارسال که داشتم بهش نماز میخوندم جنازه‌شو رو گذاشتم، نمازم که تموم شد پنجم تکبیر گفتم، نشستم گفتم حسین خاک تو سرت، حالا برای جنازه خاک کربلا. گفتم خب اگه من میدونستم تو باید تو آب بری قرشی، خب من تو همون مرتاد رهات میکردم بری شهید بشی. از این بیمارای روانی نباید تعجب کرد دیگه، اینا پیرو اون سادیست بزرگ بودن که خب وقتی که پیرو اون باشن میشن همین دیگه. ببینین چی گفته بود. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند و در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشد، هی خمود میشد، قوای انسان خمود میشد و خصوصا اونهایی که به عیاشی عادت دارن یا به رفاه عادت دارن اونها دیگه بدتر خواهند شد. لکن وقتی که جنگی در کار میاد و حماسه‌ای وجود پیدا میکند و تاریک میشد شب و روشن میشد روز و توپ انداخته میشد و اینها، انسان را از اون حال خمودی و از اون حال سستی